سلام به دوستان همیشگی فارسی نت. خیلی ممنون که امروز ما رو انتخاب کردین. در این ویدیو می‌خوایم عفونت قارچی واژن از پیشگیری تا درمان رو بهتون بگیم. پس همراه ما باشین. عفونت قارچی واژن و یا همان عفونت قارچی زنانه مشکلی متاسفانه رایج و بسیار جدی در میان خانم هاست که عواقب ناخوشایندی را به همراه دارد. عفونت قارچی واژن مشکلی است که اگر دلیل آن شناخته نشود و به درستی درمان نشود، سرطان‌های مربوط به دستگاه تناسلی زنان را منجر می‌شود. دلایل ابتلا به عفونت قارچی زنانه چیست؟ باکتری‌ها و رعایت نکردن بهداشت در رتبه اول عاملان ابتلا قرار دارند. باکتری به نام باکتری لاکتوباسیلوس با نوع قارچ در واژن باعث رشد قارچ‌ها می‌شوند و منجر ابتلا به این بیماری. انواع دیگری از باکتری ها و قارچ ها از دلایل ابتلا به این مشکل هستند که با آزمایش نوع آنها مشخص می شوند. دلیل بعدی استفاده زیاد و طولانی مدت از آنتی بیوتیک هاست. آنتی بیوتیک ها باکتری های محافظتی دستگاه تناسلی را از بین می برند. چاقی یکی از دلایل دیگر ابتلا به این مشکل است. استرس دلیل بسیاری از بیماری هاست که در مورد عفونت قارچی واژن با افزایش سطح آدرنالین که می تواند روی هورمون های جنسی اثر بگذارند و منجر به تغییرات دوره قاعدگی، خطر ابتلا به عفونت های قارچی را افزایش می دهد. دیابت و ضعف سیستم دفاعی بدن، بیماری هایی که موجب ضعف سیستم ایمنی می شوند. مصرف قرص های بارداری، این قرص ها باعث به وجود آمدن تغییراتی در محیط دستگاه تناسلی زنان می شوند، به طوری که سطح هورمون های استروژن افزایش می یابد و این تغییرات شرایط را برای رشد قارچ ها فراهم می کند. لباس زیر نامناسب، استفاده از لباس های زیر بسیار تنگ از جنس پلاستیک و غیر پنبه به دلیل افزایش دما، رطوبت و حساسیت محیط می شود و محیط مناسبی برای رشد قارچ را فراهم می کند. لباس های نایلونی، شلوار های تنگ جین، مایو و جوراب شلواری نیز این احتمالات را افزایش می دهد. حداقل روزی یک بار لباس زیر خود را عوض کنید. علایم و نشانه های عفونت قارچی زنان: خارش، ترشحات غیر معمول و زیاد، بوی بد واژن، سوزش، احساس درد در قسمت پایین واژن، افزایش ترشحات واژن که معمولاً تیره رنگ و غلیظ می شود، احساس درد و سوزش در زمان نزدیکی. حالا می خواهیم براتون نسخه های گیاهی پیشنهادی برای درمان عفونت واژن رو بگیم. 1. دارچین و عسل. برای درمان عفونت واژن، پودر دارچین را با عسل مخلوط کنید و یک خمیر آماده کنید. این خمیر را روی واژن قرار دهید تا در مدت کوتاهی عفونت قارچی را رفع کند. همچنین می توانید یک تیکه چوب دارچین را داخل فنجان آب جوش بجوشانید و اجازه دهید تا کمی سردتر شود. سپس آب لیمو و عسل را به آن اضافه کنید و ترکیب حاصله را بخورید. تکرار مصرف هر روز این نسخه نتیجه عالی خواهد داشت. 2. ماست و عسل. حداقل هفته ای 3 بار ماست بخورید، زیرا حاوی لاکتو باسیل است. ماست باعث رشد این باکتری خاص مفید می شود و رشد عفونت های قارچی را جلوگیری می کند. همینطور می توانید در ناحیه واژن خود کمی ماست بمالید. ماست حاوی موادی است که عفونت های قارچی را از بین می برد. روزانه چند قاشق ماست به این ناحیه بمالید و بگذارید تا خشک شود. سپس آن را بشویید و خشک کنید. ماست استفاده شده باید از نوع ساده باشد و باید از دستف ماست با طعم‌های مختلف مثل ماست و موسیل و ماست و بادمجان پرهیز کنید. مقداری عسل. شما همچنین می توانید به ماست مقداری عسل اضافه کنید و به مدت 15 تا 20 دقیقه به ناحیه واژن خود بمالید تا علائم بیماری را تسکین دهد. سپس عسل را پاک کنید و واژن را خوب بشویید. 3. روغن درخت چای. چند قطره روغن درخت چای را در یک لیوان آب بریزید و سپس تامپون را به این ماده آغشته کنید و وارد ناحیه واژن کنید. اگر این کار را چند روز و روزی 3 مرتبه انجام دهید، عفونت قارچی از بین خواهد رفت. برای درمان عفونت قارچی واژن، ترکیب 1 قاشق غذاخوری از ژل آلوورا را 2 یا 3 قطره از روغن درخت چای مخلوط کنید و ترکیب حاصل را روی قسمت‌های مورد نظر استعمال کنید. توجه، خانم های باردار نباید از روغن استفاده کنند، زیرا ممکن است برای کودک مضر باشد. 4. دمنوش آویشن.
یک فنجان آب بجوشانید و بعد یک قاشق چایخوری آبیشن خشک به آن اضافه کنید. حالا اجازه دهید مدتی دم بکشد و زمانی که خنک شد نوش جان کنید. 2-3 فنجان دم نوش در روز بنوشید. 5. سیر. برای این منظور چند حبه سیر را له کرده و آن را با کمی آب مخلوط کنید تا خمیری به دست بیاید. آن را 2 بار در روز روی محل مورد نظر استعمال کنید. 6. سرکه. ناحیه واژن خود را با سرکه سیب شستشو دهید. بسیاری از خانم ها عادت دارن بعد از اتمام قاعدگی خود را با آب و سرکه تمیز کنند. پزشکان این روش پاک کردن را قبول دارند. برای این کار لازم است 1-3 قاشق غذاخوری سرکه را در 1/4 لیتر آب گرم حل کنید و هر روز 1 بار به مدت 1 هفته با این محلول خود را بشویید. 7. روغن نارگیل. یکی از روش‌های استفاده از روغن نارگیل برای درمان عفونت قارچی واژن استفاده از روغن نارگیل است. برای این منظور با ترکیب روغن نارگیل به میزان 2-3 قاشق غذاخوری و 1 لیتر آب گرم دوش واژینال بگیرید. این کار را تا زمانی که عفونت پایان یابد تکرار کنید. 8. پیاز. برای رفع عفونت قارچی واژن پیاز را حرارت بدهید و آن را در مناطق آسیب دیده قرار دهید. این روش به این دلیل مؤثر است که گاز پیاز به پوست میرسد و در نهایت با قارچ مبارزه میکند. 9. جوش شیرین. برای استفاده از جوش شیرین برای رفع عفونت قارچی 2-3 قاشق چایخوری از آن را با 1 لیوان آب مخلوط کنید و بلافاصله آن را بنوشید. مصرف ترکیب هر روزه با معده خالی تأثیر عالی دارد. 10. عسل. عسل عفونت واژن و دیگر عفونت‌های قارچی را تسکین می‌دهد. دست کم به مدت 20 دقیقه عسل را در ناحیه آلوده استعمال کنید و سپس آن را بشویید. این کار باعث کاهش سوزش و خارش ناشی از عفونت می‌شود. چند خوردنی مفید برای درمان عفونت قارچی واژن. مصرف چند حبه سیر و یا قرص سیر بسیار مفید می‌باشد. سیر هم مانند ماست عفونت‌های قارچی واژن را از بین می‌برد. خوردن زغالخته و یا آب قره‌قرود برای از بین بردن عفونت‌های قارچی بسیار توصیه می‌شود. مادران بارداری که مبتلا به عفونت قارچی واژن می‌شوند، باید مصرف مواد غذایی شیرین و قند و شکر را در برنامه غذایی خود کاهش دهند، چرا که مصرف قند و شیرینی‌ها رشد قارچی‌ها را سریع‌تر و بیشتر می‌کند. حتما باید توجه داشته باشید که دستگاه تناسلی خود را خشک کنید. برای خشک کردن واژن از دستمال تمیز استفاده کنید و از جلو به عقب خشک کنید تا میکروب های ناحیه عقب به جلو وارد نشوند. اگر دچار این وضعیت شده اید بهتر است از خوردن شیرینیجات و نوشیدنی های شیرین و میوه های خشک شده بپرهیزید. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب روزتون خوش.